با سلام، روز یک شنبه 25 جون 2023، 4 تیر 1402. پرونده واگنر هم بسته شد و با میانجیگری رهبر بلاروس که از متحدان آقای پوتین هستش، این رهبر متمرد رو که ناراضی بودش بردنش بلاروس و تمام نیروهاشون هم که شهر روستوف رو گرفته بودن برگشتن رفتن به پایگاهاشون. در این میان تعجبی که من میکنم ذوق‌زدگی ایرانیایی که سیاسی کار به قول معروف هستن، سیاسی کارهای فضای مجازی دیگه، یعنی عمق فضای مجازی خیلی کمه، یعنی نه سابقه ای دارن نه میخونن. و توی این وسط هم دیدیم که سعودین اینترنشنال و اینا چه ذوق زدگی میکردن و کسایی را آوردن، یکشون آوردن داشت صحبت میکرد که پوتین داره میره، یا اینا دارن میرن مثلا 260 کیلومتری مسکو تو جان بابا. وقتی درگیری میشه شما تو اتوبان هم که بخوای راه بری، اتوبان مثلا تهران کرج، یکی از این پولا شما یه کامیون سنگ بریزی، 4 تا بچه هم واشتن سنگ میندازن، نمیتونن ماشین رو رد چن. آخه اگر جنگ باشه، درگیری باشه، بعدن طرف رهبر گروه واگنر یه هوشمندی که داشت، در حال به پوتین هیچی نگفت، یعنی فقط به رهبرای ارتش انتقاد کرد. و در حال نکته هم که هست، رهبرای کرملین به این نتیجه رسیدن که بایستی گروه واگنر رو زیر کنترل خودشون داشته باشن. ببینید، گروه واگنر اونم توی کشوری مثل روسیه، کشورهایی که تو آسیا هستن، خب مثل آمریکا نیست. آمریکا یک ساختارش متفاوته به دلیلی که خیلی در حقیقت تازه سازه، همش اصلا 200 سال ازش میگذره، بعدن بافتش فرق میکنه تا کشورهایی مثل همه کشورهای دیگه که قدمت تاریخی دارن، مثل روس‌ها امپراتوری داشتن و یک فرهنگی دارن، یک مردم تحت تفکری دارن، در حال یک سنت خاص خودشون رو دارن دیگه، همچنین نظامی‌هاشون. به همین دلیل در حال هم سازمان امنیت هم یک بخش دیگه از سیستم روسیه در واگنر که خصوصی هست در حقیقت سهم داشتن و در حال کنترل هم میکردن دیگه. و تو جریان حمله به اوکراین هم گروه واگنر خیلی خدشکن بود، خیلی جاها رو تونست به اصطلاح تصرف بکنه و که هنوز هم نتونستن اوکراینی ها پس بگیرن و بعید هم هست که بتونن پس بگیرن. الان این حمله اخیرشون هم ضد حمله شون هم تلفات زیادی داده. ببینید، اینکه رسانه های حزبی وابسته یک سری آدم هایی که سواد سیاسی ندارن، سواد نظامی ندارن میارن، واقعا این توهین به شعور واقعا مخاطباشونه، مثلا مخاطبای ایرانیه. چون وقتی گروهی که به وقتی شما حمله میکنی، تعداد تلفات چندین برابر از اونیه که از اون زمین دفاع میکنه، چون در حال یه چیز داره حمله میکنه دیگه، مثل فیلم ها رو حداقل ببینید، تلفات خیلی بالاتره. و به همین دلیل هم ما ببینیم که اینا اومدن و عملا سریع پوتین گفت اینا خائنن و طرف هم نتونست جمع کنه دیگه، چون اگر می اومدن جلوتر هم در حال هم با مقاومت ارتش روبرو میشدن و قبل از اینکه برسن یکم دیگه میرفتن جلو، حتما نابودشون میکردن. و نکته‌ای که هست نباید فراموش کرد اینه که یه سری هنیسا شروع کردن که آقا مردم قراره بپیوندن، مردم روسیه بیان بپیوندن، همین جریان چرت و پرتی که این رسانه‌های واقعا که پول میگیرن جفسازی کنن در مورد همین اعتراضات اخیر ایران، جنبش زن زندگی آزادی، از خارج از کشور تحلیل میکنن، اگه خیابونو بگیرن اینجوری میشه، اگر نمیدونم اونجوری میشه،
در حال بله اگه مردم همه بیان تو خیابون ها قصه خیلی فرق میکنه، ولی قرار نیست که مردم بیان. اصولا مردم سراسر دنیا اگر شرایط 50-50 حداقل نباشه، یعنی تعادل قوا 50-50 نباشه، نمیان و این همه جام تقریبا صادقه دیگه. تو کشوری مثل کانادا که اصلا قربونش برم، به دلیل اینکه سیاست انگلیسی ما داریم اینجا و هر گروهی برای خودش هستش، همه ملیت ها برای خودشون هستن، مثلا علی رغم این شرایط سختی که هست، شرایط اقتصادی، شرایط مسکن، شرایط کار و به حال این فقری که هستش، نسبت به کانادا میگم، نسبت تو کشورهای صنعتی هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ اعتراضی نمیشه. چرا؟ چون همه تو خودشون هستن. مثلا خود ایرانی ها که اکثرا فارسی گوش میدن، فارسی صحبت میکنن، اصلا کاری به سیاست کانادا ندارن. همینجور بقیه ملیت ها دیگه، و کسی کمتر کسی حاضره که نره سر کار و بخواد اعتراض بکنه. مثل همین اعتراضات زن زندگی آزادی بودش که روزهای تعطیل برقرار میشد دیگه، یعنی هیچ کدومشون حاضر نبودن که وسط هفته که مثلا پارلمان بازه یا روزهای دیگه از وقتشون بگذارن، یعنی وقت آزادشون رو برای این کار میذاشتن. خب مسلما اتفاقی هم نمیفته. در حال من نکته آخرم بگم، فرق نمیکنه که چه کسی، فرق جدی نمیکنه چه کسی تو کاخ کرملین باشه دیگه، حالا پوتین باشه، مدوف باشه، شاید گورباچوف باشه، تغییر باید بکنه که اونم یک شرط تاریخی بود و یک استثنای تاریخی بود، ولی سیاست خارجی روس ها تغییر نمیکنه. سیاست خارجیشون تو کشورها استراتژیکه، تقریبا تغییر نخواهد کرد. بنابراین رابطه شون رو با ایران میبینند، رابطه شون رو با ایران، و به عنوان که ایران به دریای آزاد راه داره و اینکه ایران توی بلوک آمریکا نباشه، بنابراین براشون از این نظر مهمه. به اضافه که خب جمهوری اسلامی خیلی رابطه نزدیکی داره با روس ها و تا الان هم جواب داشته دیگه، یعنی تونستن به خاطر همین نزدیکی فشار زیادی به آمریکایی‌ها وارد کردن و آمریکایی‌ها دارن امتیازات زیادی به ایرانی‌ها میدن دیگه، به خاطر این مسئله. در حال خیلی خوبه حوادث جاهای دیگر رو دنبال کردن، ولی ببین اگه مثل ما تو کانادا هستید، اگه کانادایی هستید یا تو آمریکا هستین یا تو سوئد هستین، پیشنهاد بهتون میکنم اول از همه تو سیاست‌های خود همونجاها فعالیت بیشتری بکنید، حداقل سیاست های اونجا رو یاد بگیریم، تاثیرگذار باشیم. اولش منفعتش برای خود جامعه ایرانی، بعداً برای ایرانی ها خواهد بود دیگه. ببینید ولی وقتی از اونجا فکر ایرانی و حاضرم نیستین دست تو جیبتون بکنین، نه فعالیت، نه پول بدین، نه فعالیت بکنین، نه وقت اضافه بذارین، هیچ اتفاقی نمیفته. به خاطر همین هم از هیجانی دنبال اینی که در روسیه مثلا قراره که کودتا بشه، پوتین بره، صبح بره، مثلا که فرقی میکنه برای ایرانی؟ فرق آنچنانی نخواهد کرد دیگه. بنابراین باید فکر این باشیم که کشورمون چگونه پیشرفت میکنه، کشورمون چگونه میتونه به آزادی، دموکراسی و مسئولیت و تعهد همزمان با احزاب منسجم منضبط ملی باشه که بتونه به کشور و مردم و اقتصادش و سیاستش و استقلالش کمک بکنه.